در استودیو الهام یزدی با ما همراه شده تا از آنچه که در رسانه های ورزشی میگذره بیشتر برامون بگه. الهام. پریسا، همچنان برخورد خشونت آمیز با زنان در حاشیه بازی ایران و لبنان در ورزشگاه مشهد یکی از موضوعات مهم در رسانه‌های ورزشی بوده. در صحنه علنی مجلس هم امروز نمایندگان بهش پرداختن. نگاهی کردم به این واکنش‌ها که همچنان ادامه داره. ببینیم با هم. ادامه واکنش ها به برخورد خشونت آمیز با زنان در پشت درهای بسته ورزشگاه مشهد در بازی ایران و لبنان امروز به حرف های نمایندگان در صحنه علنی مجلس رسیده. کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس هم به دستگاه های مربوطه به این اتفاقات مهلت 3 روزه داده تا مستنداتشون رو ارائه بدن. یکی از نمایندگان مجلس دهقانی بود که در صحنه علنی از دولت خواست از حقوق قانونی زنان حمایت کنن و شرایط حضورشون رو در ورزشگاه های ایران در چارچوب قانون فراهم و با خاطیان مسائل مشهد برخورد جدی کنند. نصرالله پژمانفر نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هم در توییتی از ناکارآمدی در فدراسیون فوتبال و هیئت فوتبال خراسان رضوی نوشت و از تشکیل پرونده ویژه در این کمیسیون خبر داده. پژمانفر امروز هم گفته که با عوامل بروز این اتفاقات در ورزشگاه مشهد برخورد میشه و تاکید کرده برخی جریانات میخوان مسائل رو در شهر مشهد به حاشیه ببرن. جلیل رحیمی جهان آبادی دیگر نماینده مجلس بود که در واکنش به برخورد با زنان در بازی ایران و لبنان گفته اجازه ندادن به زنان برای ورود به ورزشگاه در مشهد قابل پیش بینی بوده و باید چنین بازی بین المللی که زیر نظر فیفا هم بوده با حضور زنان در یک شهر مناسب برگزار می‌شد. اما در مقابل این واکنش‌هایی که براتون گفتم همچنان مخالفت تندروها در ایران با حضور زنان در ورزشگاه ها ادامه داره. محمد تقی رهبر عضو جامعه روحانیت مبارز در مصاحبه‌ای گفته در موضوع ورود زنان به ورزشگاه ها نمیتونیم به سادگی مجوز صادر کنیم چون پوشش مردانی که فوتبال بازی میکنن طوریه که از نظر اسلام باید از چشم زنان دور باشن. جامعه ورزش به خصوص فوتبال هم در این چند روز واکنش های گسترده ای داشته به موضوع رفتار خشونت آمیز با زنان. یکی از آخرین واکنش‌ها هم مربوط به پست علی دایی در این باره بود که این اتفاقات رو شرم‌آور و رفتاری غیر انسانی توصیف کرد و تأکید کرد که چنین برخوردی در هیاهوی قرعه کشی جام جهانی هرگز فراموش نخواهد شد. اما نگاهی هم کنیم به نظر کاربران، نویسنده این توییت به حرفای اخیر عضو جامعه روحانیت مبارز واکنش نشون داده و گفته زنان هم وارد ورزشگاه خواهند شد همونطوری که گیرنده ماهواره الان در خونه هاست. فقط شمایید که 50 سال از جامعه عقب و به دنبال مردم میدوید. نویسنده این توییت هم در واکنش مشابه به حرفای اخیر این عضو جامعه روحانیت مبارز گفته هر دم از این باغ بری میرسد. این کاربر یادآور شده اگه مردان در کنار زنان نباشند در آخر ترکشش برای خود مرد هاست. اما سارا خرم نهاد به بدون تماشاگر برگزار شدن بیشتر مسابقات لیگ برتر فوتبال اشاره کرده و گفته مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات همه حضوری شدند و از ترس حضور زنان دوباره بازی‌های لیگ بدون تماشاگر برگزار میشه. صفحه برخی از هنرمندان در صفحه توییتر هم این طرح رو منتشر کرده که اشاره داره به گروه ایران در جام جهانی و با هشتگ زنان ورزشگاه نوشته یادمان نرود. اما الزام فیفا برای حضور زنان در بازی‌های فوتبال تنها مربوط به تیم ملی نیست. بر اساس اعلام فیفا، فدراسیون فوتبال باید حضور زنان رو در رقابت‌های لیگ هم فراهم کنه شرایطش رو. اتفاقی که تاکنون رخ نداده ولی با این حال گاهی گزینه زنان در سامانه بلیت فروشی به چشم می‌خوره، مثل بازی استقلال و پیکان که قرار فردا با حضور 25 هزار تماشاگر برگزار بشه. بر اساس گزارش‌های غیررسمی به دلیل وجود تعیین جنسیت در سامانه، گزینه تعیین جنسیت در واقع در سامانه و این سایت بلیت فروشی باعث شده که این سایت از دسترس خارج بشه. یکی از هواداران استقلال هم تصویری از سایت بلیت فروشی رو منتشر کرده و با اشاره به اینکه امکان خرید بلیت برای استقلال برای این بازی برای زنان هم فعاله کنایه زده اگه امکانش باشه مسئولان سازمان لیگ طی بیانیه شفاف سازی کنن این بلیت بازی استقلال و پیکانه یا اسپری فلفل.
کانال هواداران استقلال هم درباره فعال بودن بخش فروش بلیت به زنان به طنز نوشته کسی جرئت نداره بخره چون احتمال داره تله باشه و اونجا با اسپری فلفل بهشون حمله بشه. یکی دیگه از موضوعاتی که انتقادات هواداران دو تیم استقلال و پیکان رو در پی داشته قیمت بلیت هاست. بلیت جایگاه این بازی 200,000 تومان اعلام شده و کمترین بلیت هم 50,000 تومان. این کاربر گفته قیمت ها در حد نیوکم مثلا چی به آزادی اضافه شده که قیمت ها نجومی شده. و کانال هواداری پیکان هم در واکنش به گرانی بلیت بازی فردا مقابل استقلال با این تصویر یادی کرده از قیمت بازی این تیم مقابل جمع آبادان در سال 1347. برمیگردم به تو برسم. از تو ممنونم الهام یزدیان.